چرا گرایش جنسی داری؟ چه بارونی گرفتی وسط؟ آمانه این ویدیو بگیریم. تا یه دقیقه پیش اینجا هیچ خبری نبود، هوا خیلی خوبه، یه ها ابری شد و بارون. ای بابا چقدر هوا کی؟ چند روز پیش تو صفحه اینستاگرام اعلام کردم که میخوام کیو ان ای جدید بذارم. آخرین بار پارسال بود، همین موقع فکر کنم بودش که کیو ان ای گذاشتم. یه ذره بیشتر فکر کنم یک سال و مثلا 3-4 ماه بود. الان احساس کردم که سوالا داره زیاد میشه، گفتم یه برنامه دیگه بذاریم و ضبط کنیم و اونم شانس مایه. امروز ولی پشت درومی یه نفر داریم که سوالا رو واسه من میخونه. لتس گو. آرش یکی پرسه یه بیوگرافی کامل میدی؟ نمیدونم چرا خندیده ولی بیوگرافی آبی من خیلی تو دو تا تالار کیانه داشتم، تو جفتش من اینا رو توضیح دارم، خیلی جالب بازم سوال میکنم، ولی خیلی خلاصه میگم کاملترش رو لطفا تو اون کیانه قبلی نگاه کنید. من آرش هستم، یک مسافر 35 سالمه دیگه الان رسما، تهران بزرگ شدم، به دنیا اومدم و الان تقریبا 10 ساله که آلمان زندگی میکنم. اسمت واقعا آرش کمانگیری یا اسم افتخاریته؟ آره اینو خیلی ها سوال میکنن تو این تظاهرات، این منور میرفتیم همین میپرسیدن. کمانگیری که نه، خیلی فامیلی قشنگی میشد، ولی این یه جورایی اومد رو اسمم که آرش بود، انقدر میگفتن آرش کمانگیر، آرش کمانگیر. من خیلی سال پیش همینجوری تو اینستاگرام اینا اسمم گوشه آرش کمانگیر، حتی قبلا تو فیسبوک اومدم اینجا تو آلمانم که بوده همه بهم میگفتن کمانگیر به جای آرش، مثلا میگفتن کمانگیر چطوری دیگه، اینمون روم دیگه دوستشم دارم باحاله. خوشت اومده. دوست دارن راجع به غذای مورد علاقت بدونن و غذایی که دوستش نداری هیت میکنی. سوسیس. بریم سراغ سوال جدیدتر. دوستم چلنجی باشه سوال. غذا مورد علاقه اینا؟ نه. مثلا چی شد مهاجرت کردی؟ سخت بود یا چی؟ آها این سوال خوبیه. مهاجرت رو من از بچگی دوست داشتم، کلا میام خارج از کشور برم بگردم. مثلا یه جای ثابت نمیتونم بمونم. مثلا نمیتونم تا آخر عمرم تصور کنم که حتی تو همین آلمان بمونم. همش دوست دارم اینور برم عوض کنم داستانو. خیلی زودتر از اینکه دانشگاه تو تهران بخوام برم، دوست داشتم این کارو بکنم که نمیشد دیگه. موقع بچه بودم، نه پولشو داشتم نه چیزو، اصلا به خانواده‌ام چند بار گفتم ولی نشد. خلاصه چه موقعی شد؟ موقعی که دلار و یورو داشت همینجوری میرفت بالا و من دیدم که من سرمایه نداشتم، مثلا خیلی سرمایه‌ام کم بود. شهر مثلا اون موقع پول مثلا شده بود 1,000,000 تومان، خیلی زیاد نبود. موقعی که شروع کردم یورو رو گرفتم، موقع یورو تو خیلی ارزون بود، شده بود 4,200 تومان. وای دیگه ترکیده بود بچا 4,700. من حتی 5,000 تومان هم یورو خریدم دیگه. وای گفتم خدایا هر چی دارم تلاش میکنم تو این دنیا سرمایه‌ام داره نصف میشه، سفر میخوام اونور برم دیگه به دردم نمیخوره این پولا، دیگه به درد نمیخوره. بعد دیگه اونجا واقعا گفتم من دوست ندارم دیگه تو این شرایط حداقل ارزش پولم کم بشه و از طرف دوستاشم میام خارج کشور برم چیز جدید تجربه کنم. این شد که اومدم اینجا. طالبش فکر کردی که کاش نمیرفتی یک کلمه کوتاه توضیح بده اینجوری. سختی خیلی زیاد داره، اینو باید بگم، سختی اینقدر زیاد داره که بعضیا جا میذارن برمیگردن، ولی من این چالنجا رو دوست داشتم دیگه، چالنجا زندگی دیگه. لیز میخورم. خب اینو از ورزش ما امروز ریدی. آدم برونگرایی هستی یا درونگرا؟ نمیدونم یه جایی بعضی وقتا میشم درونگرا بیشتر، ولی میتونم بگم 70-30 درونگرا، ولی یه موقعی اون طرفم میزنه بیرون. خجالت بکش. بزرگترین آرزو و فانتزی چیه تو زندگی؟ دیدن همه کشور دنیا. آرزو شخصی، حالا یه چیز دیگه هم هست که مثلا میتونم بگم آزادی واسه کشورام اینا که اون سر جاشه، ولی شخصی بخوام بگم آره تمام کشور دنیا رو میتونم بگردم ببینم، ولاگای باحالشو بگیرم اینجا بذارم تو ویدیو بچه‌ها ببینن. فانتزی هم داری؟ فانتزی چه فانتزی؟ نگفته. فانتزی زیاد دارم. خب بریم سراغ سوال بعدی. کارت چجوریه که همیشه مسافرت میری؟ منظورش اینه که مرخصی داری؟ نداری؟ مرخصی از کجا؟ میچیه؟ من همیشه اینو میگم خیلی از کارشون این مدلیه که بعد برن اینجا استخدام بشن، کار کنن و مرخصی داشته باشن برن مسافرت. من از همون شاید 10 سال پیش یا 20 سال پیش تو ذهنم این بود که یه کاری کنم واسه خودم باشه، همه چی کار، حالا کم زیاد اینا، درآمد، همه چی واسه خودم باشه. همش مال من. واسه همین کار من همین چیزی هستش که شما دارید نگاه می‌کنید، فیلمبرداری عکاسی در کنارش انجام میدم، ولی خب کار یوتیوبر دیگه کار اصلیم شده. اصلی اینجا واسه تون ویدیو میگیرم، مسافرت میرم. همین مسافرت رفتن رو شاید شما ولاگ رو نگاه می‌کنین، ولاگ مثلا تایلند و این منورا، اینا پشتش کلی کار هستش. من ویدیو رو میگیرم، آماده‌ش رو می‌کنم، می‌فرستم واسه ادیتورا ادیت می‌کنم، می‌فرستم سمت من دوباره رونای ادیت می‌کنم، بعد همین رفت و آمده و بعد اصلاحی‌ها رو انجام دادن کلی خودش وقت می‌گیره. بعضی وقتا من وسط سفر مثلا 2 روز بعد ویدیو دارم ببینم تو هتل ویدیو رو درست کنم. خیلی پشت زمینه کار زیاد، ولی شما زیاد اینا رو نمی‌بینید. در اصل این میشه کار من، مرخصی شرکت خودمه، به خودم مرخصی میدم میرم مسافرت. همین. همه رفتن بارون گرفت. آره. بریم سراغ سوال بعدی. آره تو چرا پیر نمیشی؟ لعنت
سفیدی. پیر نمیشم از این پیرتر دیگه. ماما که دیدی چقدر سفید شده. چرا فقط میری دکتر خانما رو جمع کنی؟ من کجا می دایرکتر واسه آقایون جواب نمیدم. من خیلی وقتا دایرکتری که شما مینویسین و اسکرین شات میگیرم میذارم روی اینستاگرام تو استوری، اونجا جوابشون رو میدم و خیلی اینا آقا هستن، فرق نمیکنه. دروغ میگی به خدا، دروغ میگی. خیلی ها میخوان بدونن چرا نمیری آتن، چرا نمیری تورنتو، دوست دارن از نزدیک ببینن. داره آره بچه کانادا دمتون میگم، خیلی لطف داشتین به من. استرالیا همینطور، امریکا هم همینطور. این ستا خیلی زیادتر از همه جای دیگه بودن که خیلی واسم نوشتن که چرا نمیای. کلی دعوت کردم بچه. ببین مثلا استرالیا که دعوت کرد بیا رستوران ما، یکی گفت من خلبانم چه میدونم، بیا بریم پرواز کنیم. همه اینا رو من دارم پلن میکنم. پلن کردن کار راحتی نیست بچه‌ها، یعنی برنامه ریختن، برنامه‌ریزی. بعد شرایطم که میبینین چه جوریه، شرط ایران اینجوری هستش، زندگی نرمالی فعلا نداریم، واسه همین خیلی سخته بخوام یه پلنی بکنم که کارامو انجام بدم، چون همین نصف ذهنم، نصف بیشتر ذهنم درگیر داستان ایران این حرفاست. حکومت عوض بشه میری ایران؟ فکر نمی‌کنم کسی باشه که نره. اگه منظورت که واسه دائم من برم بمونم که نه، چون همش دوستم برم سراغ کشور جدید. 100% اولین پرواز من میرم ایران، ولی اینجوری نیستش که برم بمونم، دوستم برم همش بگردم دیگه. ولی ایران برم دوستم سری برم سراغ جنوب. چی بود که تعجب کردی؟ اش ناراحت نشی یا نوشته ناراحت نشی یا، ولی همجنسگرایی با هفلو دختر تا حالا دورت نیست، یعنی نبدیده دورانی است؟ مثلا چه جوریه؟ مثلا بعد اینجوری همیشه با هم باشن تو خونه، مثلا این ور ور باشن؟ چند تا میخوای؟ آره دو طبقام بالاست، معلوم شد که همجنسگرا نیست. یکی دو دو تا میخواد، دستم دیگه جا نداره. ولی به قول یکی توی من مینی چت که ویدیو میگرفتم، یکی بود میگفتش که تو الان آلمانی با این تیپ و اینا، الان بس 3 تا دختر نشسته باشن رو پات. 3 تا دو تا هم راضی نیاره. نه خب حالا اش خیلی از بچه‌ها میخوان با یوتیوب شروع کنن، نصیحتت چیه؟ نصیحت رو بریم جلوتر بهتون میگم. اینجا این چیز خیلی باحاله، من قبلا یه بار نشون داده بودم اینو. توپ اگه داشته باشی، توپ هم نداریم بدبختی، یه ضربه میزنی حالا میفهمه که توپ نیستش دیگه، با امتیاز میده. آها بجه روشنش کنی چپاد زوتو آیس گاش اینجوری شوت میزنی شما. حالا بگذاریم سراغ نصیحت بریم. نه کسی که میخواد یوتیوب رو شروع کنه، بهترین چیزی که میتونم بهش بگم اینه که خودش باشه، فقط کسی رو تقلید نکنه، کار کسی دیگر انجام نده، اون کاری که از دلش میاد اون کار رو انجام بده. منم موقعی شروع کردم واقعا یه سری باشه داداش بسه اوکی داداش بسه برو خدافظ. عجب غلطی کردیم حالا بلمون نمیکنه. ببین فقط خودتون باشین، فرق نمیکنه چه موضوعی میخوای انجام بدین، کار خودت رو فقط انجام بدین. منم که شروع کردم واقعا چالش داشتم، یعنی اون موقع مثلا با موزیک ویدیو خنده‌دار شروع کردم، این که خب خیلی واسم جالب بود که این موزیک ویدیو مسخره چه درست میکنم بعضیا، و همیشه ویدیو اجتماعی هم زیاد داشتم دیگه، این که مثلا در مورد ایران اتفاقی میفته خنده‌دار یا مسخره است، اونا رو میارم به چالش میکشونم. خب الان بهتره که ایراد کشورش رو بگیرید تا اینکه بخرمش به بچه چرچ الکی بکنه، مخصوصا تو این وضعیتا که دیگه اصلا چیزی واسه به بچه چرچ کردن نمیمونه، همش دیگه ایراده. واسه همین میتونم بگم گیم اوور شدم اینجا بالاخره. واسه همین بهترین چیزی که میتونم بگم اینکه فقط خودتون باشین. بهترین کشوری که تا حالا رفتی کدوم کشور بوده؟ من روز اصلا کشور زیاد نرفتم که آقا ول کن. تا 13 14 تا حالا رو هم رفته باشه، نه 16 تاست، ولی هر کدوم یه مدل خودشونه، نمیتونم بگم کدوم بهتره. مثلا امارات خیلی خوش گذشت، تایلند هم خیلی باحال بود، کرواسی هم به نوبه خودش خیلی باحال بود. من کلا اینجوری کشور گرمو بیشتر دوست دارم در کل حساب کنی تا کشور سرد. به خودت از 10 چه نمره‌ای میدی؟ 6. خوبه 6؟ برای چی 6؟ برای چند تا؟ چیز خاصی که به خاطر 6 میدی یا؟ 8-6 پر. از تنها بودن میترسی آرش؟ من همش تنها هم، چی میگه؟ هلو یونگز، دویش من این مینوت یوتیوب قرص کردم، برم یه سگام برم بیرم، میتونم هنوز یه نبا کاپیشن که داره سخته. این چیزایی در میگه آرش به نظر این انقلاب میتونه برنده باشه؟ 100% دیر و زود داره سوت و سوز نداره، اینا همه میدونن، خودشون هم میدونن چه خبره. واسه همین 100%. برو بعدی. کشور بعدی که میخوای بری، سفر بعدیت کجاست؟
من قرار بود امسال سال نو میلادی استرالیا باشم، پلن چیده بودم نیوزلندم برم، کلی پلنای باحال، ولی خب دیگه قضیه ایران که پیش اومد منم استاپ کردم، نمیتونستم اصلا برم سفر. یه ترکیه رفتم ولی واقعا اصلا حسال نشد، حتی ترکیه ولاگ کوچولو بگیرم. یه هفته در روز اونجا بودم هیچی نگرفتم، فقط یه لایو داشتم. اگه نگاه کرده باشی یه ذره بره جلوتر تصمیم میگیرم و اینکه تو اینستاگرام حتما میگم کجا میخوام برم. آرش چرا 10 سال ایران نرفتی؟ خب اولش اومدم اینجا به خاطر دانشگاه این حرفا و مسائل دیگه، نمیشد راحت برم ایران و اینکه براشم شروع کردم ویدیو یوتیوب درست کردن، دیدم که خطریه، یعنی شک داشتم که برم واسه مشکلی پیش بیاد یا نه. این ایران که میدونی به هر چیزی ممکنه گیر بدن، اینجا تو ویدیو مثلا اونجا بابا خونده اینو گفته این گفته، واسه همین بیخیال شدم. میخواستم دیگه ویزای امریکا رو بگیرم که اونورم برم، خواهی امریکا بری نه تا 5 سال ایران رفته باشی. خب همین دست به دست هم داد و بعد از این مدت هم شروع کردم خب سفرهای دور دنیا رو رفتن و براشم که این قضیه انقلاب پیش اومد دیگه اصلا رسما دیگه بیخیال شدم، نمیشه واقعا رفت. بریم سراغ سوال بعدی. تو تظاهرات کجا قایم میشی؟ پیدات نمیکنیم. قایم من تو هر تظاهراتی وقتی میخوام این ویدیو کامل بگیرم 100 بار اول صف تا آخر صفو میرم میام دیگه که سوژه رو شکار کنم، با آدما صحبت کنم اینا. اینجوری نیست که فقط یه جا وایسم همینجوری برم جلو. میگه تو برلین پیدات نکردیم بهت کتلت بدیم، دوسلدورف هم پیدات نکردیم بهت عکس بگیریم. وای کتلتا قضیهش خیلی باحاله. یه نفرم نمیشد یادم هنوز که گفتش که خانم، گفت خانم هم فکر کنم ایشون هم گفت کتلت درست کرده اردو وسط. آقا کتلتا رو نگه داریم بزن تو یخچال ادعه نمیافته استفاده میکنی. زبان آلمانی در چه سطحه؟ خب رو کاغذ من سنس گرفتم، 3-1 یعنی گرفتم، سیوان گرفتم آلمانیو. اولش خیلی کانتاکت آلمانی زیاد داشتم، بعدش که ویدیو یوتیوب شروع کردم اینا کانتاکتام خیلی کم شد دیگه، اکثرش همش ایرانی دیگه، به ایرانی حرف میزنم، ویدیو میگیرم، با این صحبت میکنم، با اون صحبت میکنم. قبلش ولی خیلی ایونت های آلمانی خیلی زیاد میرفتم آلمانی، حتی احساس میکنم اون موقع خیلی بهتر بود تا الان. کامیونیتی هم که اینجا ایرانی و دوستان من ایرانی، میریم رستوران ایرانی، میریم بولینگ یه مرمر بازی میکنیم اونم باز ایرانی دیگه، دور و برم بچه‌ها بیش ایرانی شدن بیشتر دوباره. آره تفکر سیاسی چیه؟ نظام جمهوری اسلامی برای ایران یا پادشاهی؟ آخه جمهوری اسلامی کی انتخاب میکنه؟ آه نشه جمهوری اسلامی یا پادشاهی؟ بله نظام جمهوری. آه نه جمهوری خالیه اون. اخسو آره فرق میکنه. اصلا خود این دو تا کلمه جمهوری اسلامی به نظرم مشکل داره. جمهوری اصلا یعنی که آزاد بودن، اسلامی میزه روش دوباره میشه محدود. من هیچ تفکر سیاسی آقا ندارم، من فقط تهش میگم آزادی ایران. روز اولام که ایران آزاد بشه چمدون رو برمی‌دارم دوباره تو سفرمو شروع میکنم. این سگرا چقدر بامزه است بچه‌ها. کلا اینجا همسایه‌ها خیلی سگاشون میرن اینجا، چون خیلی پارک خوبی هستش و طبیعت خوبی داره. بچه‌ها می اینجا سگاشون رو قرم می‌ذارن که پاشون باز شه. اون محدوده اونجا هم که می‌بینید یه محوطه مخصوص فقط سگا و صاحبش هستش، یعنی کسی آدم عادی اونجا نمیره دیگه. مردم سگاشون رو میرن اونجا، سگا با هم دیگه بازی می‌کنن، با هم دیگه آشنا میشن، خیلی هم دیگه رو می‌شناسن، اصلا دوباره می اونجا با هم دیگه بازی می‌کنن. خیلی باحال. کلا این حرکتشون رو خیلی دوست دارم. کجا اومد ببین بس واسه ویدیو درست کردم چیکارایی نمی‌کنم. سفری که میری دوست دخترت همراهت یا چی؟ دوست دختر؟ دوست دختر چی اساسا؟ دوست دختر که مسخره بازیشه. دوست دختر چیز خوبیه؟ چی؟ دوست دختر. سخته؟ کی ازدواج میکنی؟ ای بابا. به نظر تو مردی که الان میاد سوار سرسره میشه اصلا ازدواج میکنه؟ تو خجالت نمیکشی؟ گربه ها چه خبر؟ آی گربا وای من هیچ موقع نگفتم در موردشون، یعنی رسما دوست نداشتم موقع حداقل تو اون لحظه دوست نداشتم در موردش حرف بزنم، چون در نزد کافی مشکلات بود. حالا بیام بگم اینا خوشم نمیومد، ولی خب اینا مربوط به زندگی قبلی میشه که با یه نفری زندگی میکردم اونجا گربه داشتیم با هم دیگه. من که اومدم بیرون خونه جدید این حرفا، ببین یه جورایی من که همشام مسافرت میرم نمیتونم گربه آخرین بار ببرم. خب مثلا بیا بگیم اوکی گربه رام نس کنیم، یکی شو تو بعد یکیش من بعد. اولی که اصلا قشنگ نیست گربه همیشه کنار هم دیگه زندگی کنن، مخصوصا اونایی که با هم دیگه زندگی کردن این جوراشون کوی دپرس میشن بعد خدا، افسردگی میگیرن. خیلی بد اینا، حواستون باشه، بهتره که کنار هم باشن. واسه من خیلی سخت بود، خیلی دوستشون دارم، واسه خودشون بهتر بود که اونجا تو اون خونه هم اونجا پیش خودشون پیش مامانشون باشن. مامانشون منم باباشونم دیگه. بین برندهای خودرو به ترتیب سه تا که دوست داری و بگو. علی ماشین ژاپنی اتفاقا همین الان اومد اینجا. سایپا ایران خودرو. اگه به جیبم فکر نکنم خیلی برند خوب میتونم بگم. من فراری رو دوست دارم کلا. کی دوست نداره؟ کی دوست نداره؟ من بنتلی هم دوست دارم. رولز رویز هم دوست دارم. من شاسی بلند بیشتر دوست دارم. رکو. فراری نداره شاسی بلند؟ نمیدونم. بعد بریم سایپا درست کنیم دونه. گرم شد. بزن در بیاد خوب شد. آرش چون خیلی باهوشی، خیلی ها پرسیدن. اینا که اینجوری میگن خیلی باهوشیه، سوالی میخوام بکنم که تحصیلاتت چیه؟ چی خوندی؟ یه کیوان ای اگه سرچ کنی قشنگ همه سوال قبلی میاد. ولی حالا بخوام خلاصه بگم، تو ایران آی تی خودم مهندسی، اینجا هم دوباره هنر خوندم. دو تا چیز کاملا متفاوت از هم. خیلی میخوام کمکشون کنی یوتیوبرشون رو بیارن بالا مثل قدیما. من تو دیسکوردم اینجا گوشم واسه یوتیوبر تازه کار، کسایی که حالا دوست دارن پروموت بشن. خب اونجا هر کسی که بخواد میتونه اونجا به لینک ویدیوشو بذاره و من بعضی وقتا میام
ویدیو چیز درست میکنم، مثلا ریاکت میکنم به ویدیوهاشون و خب باعث میشه که دیده بشه. یه سوال خیلی باحال به نظرم، چرا گرایش جنسی این بده؟ مثلا این چیزی که گاه هیچکی نداره من دارم. مثلا کجا میدونه من دارم مثلا اینو؟ برای چی گفت؟ چرا سینگلی؟ از چه جور دخترایی خوشت میاد؟ اما 85 سخت شده سینگل. چرا سینگلم؟ دارم لذت میبرم ازش فعلا. از چه جور دخترایی خوشت میاد؟ آقا یعنی چه جور دختر خوشت میاد؟ موسی فقط پسی. کلا این چیزی که میگم کلیه، این که بعد انرژی ها بهم دیگه بخوره. من خیلی انرژی ها و شیمی اعتقاد دارم. وقتی بخوره اصلا دیگه هیچ مهم نیستش که طرف چه جور چیز هست و وقتی بخوره اصلا دیگه هیچ مهم نیستش که طرف چه جور چیز هست و بعد بخوریش. خب پسر درس خونی بودی؟ یا همشه با تقلب قبول میشه؟ به نظرت من چیجورم درس خونم نبودم. بهت میاد از اینا باشه که همون چیزی که سر کلاس گرفتی رو با خود ببری و با همونم امتحان بدی، نری بشینی بخونی. من دیدم سر کلاس یاد نمیگرفتم اصلا. خب یعنی هر چقدر معلم میگفت اوکی 20% بیسیک آدم یعنی اولش میفهمی چی به چیه، ولی همیشه یاد گرفتم خونه خورم واسه خورم دوباره همیشه رو مرور میکردم یاد میگرفتم. کلا آدم سلف ادوکیتم میدونی، یعنی خودم همیشه یاد میگیرم همیشه. انرژی تو خیلی دوست دارم، میدونم حریم شخصیه، اما دوست داشتم بدونم حدود درآمد ماهیانه چقدره. اینا حتما بگم صد که اینا بشیم قشنگ با مستند اینا بهتون سند نشون میدم که درآمد اینا چجوری. خوبه نکس بیت خفن ترین جایی که تو آلمان برای کمپین رفتی کجا بوده که بشه شبم چادر زد و خوابید؟ یه جایش که خیلی خوشگل بود اتفاقا ولاگشو گرفتم. خب حتما الان که دارم صحبت میکنم اینور یا اینور میذارم بالا، تو لینک هم تو دیسکریپشن حتما میذارمش. ولاگشو کامل گرفتم، جایی که رفتیم خیلی خوش آب و هوا بود، کلی امکانات بود واسه کسی که خانواده هستن، حتی بچه دارن اینا، آشپزخونه میتونن کرایه کنن اگه بخوان، حتی اگه چادرشون مثلا مشکل دار باشه یا نتونن اتاق میتونن بگیرن. بعد کلی اونجا واسه رودخونه و اینا خیلی همیشش خیلی عالیه. من اول لینکشو دوباره میذارم، بریم ولاگو نگاه کنین، تو اون توضیحات دادم، اون خیلی جای باحالی بود. اگه یه روزی آلمانو ترک کنی مقصدت کجا خواهد بود؟ خیلی جا رو سر امتحان کنم. امریکا رو حتما میرم ببینم چه جوریه، تایلند اینا که رفتم، استرالیا هم میرم. واسه همیشه گفته یا چی؟ فکر کنم منظورش اینه که بری از آلمان واسه یه جای دیگه زندگی. اینه که حتما این کارو میکنم، دوست از آلمان زودتر برم به خاطر آب و هواش میشنم و بقیه چیزاش واسم اوکیه. دوست دارم برم الی امتحان کنم چه جوریه، شهر فرشتگان. نظرت راجع به زندگی تو آلمان و مردمش چیه؟ زندگی تو آلمان خیلی آدما رو میبینم قُر میزنن، مینالن شرط، ولی خب واقعا اینجا بسار واسه روش مهیاس به نظرم. خب اگه قُر زدن بذاری کنار، فقط تلاش کنی، هیچ چیزی تو زندگیت نمیرسه. این خیلی خوبه، بسار واسات فراهم باشه. میدونی مردمان سختی ان یه ذره در کل بخوام حساب کنم، ولی من همیشه با آدم خوبی برخورد داشتم، من مشکل نداشتم به صورت. بعد از اینکه ان شاء الله تمام کشورهایی که گشتی رو، کشورهای جهانو، بازم آرزویی داری؟ این قشنگ شد. نباید حتما حتما سفرم تموم شه این کارو بکنم، ولی شاید در آینده یه سری مردم بخورم همراه کنم من و یه تور بذاریم با هم دیگه، بریم مصر مثلا، بریم آمریکا جنوبی، یا این کارو شاید بکنم اگه دیدم مثلا بچه‌ها دوست داشتن. حالا همیشم چیز تور گاید راهنما میریم با هم دیگه سفر میکنیم، بچه‌ای که پایه بودن، چون خیلی میرسن که سفر بریم اون حرفا. فکر کنم اون موقع این خیلی بچسبه بمون. داش چی به صد کنه میرسی؟ رشدمون یه ذره به نسبت خیلی کانالی که نگاه میکردم پایین‌تر بوده رشدمون، ولی خیلی پایدار و خوب داریم این جلو. اینا خیلی دوست دارم توش. و کامیونیتی آره قوی و کامیونیتی خیلی خوبی. خیلی اصلا کانالشون سری 100 کی میشه، 120 کی میشه حتی. ولی بری نگاه کنی کامیونیتی یعنی فنای باحالی نداره اصلا، نیست اصلا. ویدیوشون 5000 تا 10000 تا بیشتر ویو نمیخوره، ولی خب ما خودش خیلی اکتیو هستیم، خیلی با هم داریم خوب با هم دیگه میایم بالا. کدوم راه پیمایی حس بیشتر و بهتری رو بهت منتقل کرد؟ برلین خیلی خوب بود. منم بودم جا. من دیدم آدم رو با واکر با ویلچر واقعا همه اومدن سنگ تموم گذاشتن. کدوم سلبریتی ایرانی بوده که عاشقش بودی و بعد از اینکه مردم رو حمایت نکرد برات سخت بود دیگه بهش اهمیت ندی؟ هیچ سلبریتی نیست که عاشقش نباشم ولی چند تا بودم که ازشون مثلا دلخور شدم یا دلگیر شدم یا گفتم اینا وات فاک چرا کاری نمیکنن. خب ولی از طرفم میدونم که فشار روشون هست، خیلی ها مثلا تهدید شدن یا هر چیزی، ولی با این حال من جاشون بودم حداقل دو تا چیز استوری میکردم، یه حرفی میزدم جای اونا بوده. البته من جاشون نیستم دیگه، تو نمیدونی مثلا ممکن یکی رو مثلا میگم واقعا این کارو میکنم، مثلا این طرف بچه‌شو گروگان میگیرم مثلا. نکنین بده شخصی میاد خیلی بامزه است، حال میکنم سگه جوالی میکنه. بریم استریم گیم کی میخوای داشته باشی؟ استریم من گیمر نیستم واقعا. خب تازگی ها میخوام برم GTA بریزم. یه چیزی بگم بچه‌ها، موقعی که من ادیت میکنم اینا خسته که میشم سویش میکنم و فیفا بازی میکنم، فیفا رو زیاد بازی میکنم. تاریخ تولدتو بگو.
مامان تالا 66 هم آبان. یه همکاری داشته باشیم، مثلا یه سفر. دوستمون پرسیده چه دوست داری؟ پسره. میگو سفر بریم؟ جان؟ نه دیگه جون بیا بالا، شاید جور شد. لطفا توضیح بدین چطور با این همه مشغله و گرفتاری های کاری همیشه آرامش داری؟ این آرامش هم به ما منتقل میکنی تو؟ آره همیشه که دیگه همیشه که آرامش ندارم، طبیعیه دیگه. ولی خب کلا آدم آرومی هم تو این چیزا، سعی میکنم سریع از انرژی منفی دور شم. بچه سکت، تو بامزه هست. اوه هلیکوپتر آمد. خب بچه سورپرایز داریم واسه تو. هلیکوپتر هلیکوپتر. بچه واقعا داره فرود میاد. ای بابا. واقعا داره فرود میاد. رزمایش مشترک محمد رسول الله با همکاری کشورهای حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران شهر دوسلوف آلمان در حال برگزاری است. با حضور افتخاری آرش کمانگیر. به سراغ سوالا. آره امروز کارنامه راستی کشور دنبال همش جشن و شادی هستن که مردمشون حال کنه از این اصلا انرژی ها. به حال زندگی سختی دیگه، از این حالت بیان بیرون کشور خودمون چه خبره. امیدواریم که به زودی واقعا درست شه دیگه. چرا تو الان نتونستی خونه بخری؟ مگه خونه رو خیلی دوست دخترات کردی؟ عجیبه ها. دوست دختران یعنی واقعا بله خونه نخریدی که. والا اگه من سفره که رفتم و نمیرفتم تا الان راحت خونه‌مو گرفته بودم احتمالاً. نمیگم با پول فقط سفره ها، ولی خب خیلی کمک بیشتری میشد. ولی در آینده چون نمیدونم هنوز آلمان میمونم یا نه، نگرفتم. البته وقتی میگم که میخرم سوء تفاهم واسه بچه‌ها نشه. اینجا خریدن خونه کسی نیست به نقد مثلا 400,000 تا بده بخره. کافیه 10-20-30% از پول خونه رو داشته باشه، بقیه‌شو وام میگیره اگه کار کنی درآمد داشته باشه. سوال که نه، ولی تو جنتلمن تایم پسری هستی که تو دنیای مجازی دنبالش میکنم. دمت گرم، از زحماتت ممنون. عرق شرم ریختم. مرسی. فیلم سینمایی که همیشه رویاشو داشتی بسازی، تو خب. فکرش هستی چی بود؟ شاید باورت نشه جانش دفاع مقدسه، ولی یه چه پروژه‌ایه که نمیدونم چرا هیچ موقع ساخته نشه، چون خیلی پرهزینه و داستان داره. ولی چیزی که اتفاق افتاده واقعی یا چیزی مثلا بخوام مثلا واسه جمهوری اسلامی چیزی درست کنم، نه اصلا همچین چیزی، چیزی که واقعا اتفاق افتاده. چند تا راه معرفی کن از این جهنم بیام بیرون. نمیدونم، ببین راهایی که کلا میشه مهاجرت کرد درسیه، کاریه، قاچاقی دیگه. نه غیر از اینا میشه بازم ازدواجی هم رسی میشه. ازدواجم یه نفر پیدا کنیم باشه ازدواج کنیم. بعضی هم پوشیدن پول میگیرن ازدواج میکنن. تو دیدی چیزی؟ پولی ازدواج میکنن؟ بیزینسیه دیگه. باید یه فکر کنم 3 تا 5 سال زیر سقف باشن، بعد کنترل هم میشه که واقعا زیر سقف. نه یومیه تو خونه تخت رو نگاه میکنم خوابیدی یا نه؟ دیشب تا قبل. نه اون کارو باید به نظر نکنی اصلا. اصلا جالب نیست. چرا موهات سفیده؟ سنت که زیاد نیست. موی انسان ذاتا سفید آقای زیاد. ارسیه، هیچ کاریش من نکردم و دوست دارم. اوکی ام. عکس کلاس اولاتو بهمون نشون میدی؟ کلاس اول نمیشه قبل از اون آمادگی نشون بدم؟ چند وقتیش پارسایینا می‌خواستم کارو بکنم، یارم رفت، یکی تو کامنت نمیشه دوباره یارم افتاد. اینکه می‌خواستم که عکس بچگیتون رو مثلا بفرستین و عکس الانتون رو که بذارم کنار هم دیگه. ایده فکر کنم واسه 1-2 سال پیش بود، همیشه یارم الان که گفتی دوباره یارم افتاد. اگه دوست داشته باشین پایه باشین میتونین تو تلگرام هم بفرستین. صبر می‌کنم زیاد بشه، بعد اینکه ویدیوش درست می‌کنم خیلی فکر کنم باحال بشه. عکس خودم حتی می‌ذارم که اون موقع ببینین چه جوری شده. یه ولگ گذاشتی گفتی دختره ازم خواستگاری کرد، ولی نبود همچین چیزی. چرا دیگه گل داد دیگه به اگه به گل میده قصد ازدواج داره. محبوب ترین آدم دنیا برای چه کسیه؟ خانواده آدم محبوب ترین آدمان دیگه معمولا. نرمال آره. آ نرمال. قانونی رفتی آلمان یا غیر قانونی؟ این داستان اومدنم خب برای یه ویدیو کامل بخوام درباش صحبت کنم، چون خیلی راحت نیست بگم اومدم. راحت اومدم ولی خب راحت نیومدم. ولی میتونم بگم جفتش با هم همزمان. یکی نوشته نولا تو زای اسپشیاله؟ آلمانی نوشته ایتالیایی نوشته. نولا تو زای اسپشیاله. اینجوری داد دیگه فکر می‌کنم. ببین من ایتالیایی که بلد نیستم ولی گراسیس گراسیس. چرا ازتون کمک خواستم حتی جوابم ندادین؟ کجا؟ ببین چیز درباره این قضیه کلا بگم. متاسفانه خیلی واسم کامنت باز وقت میاد. ادمین تلگرام بهم میگه که مثلا خیلی درخواست کمک میکنه از ایران. عکس میفرستن مثلا خودشون میان که مثلا بادام مریض فلان اینا میدونن. آره واقعا این چیزا وجود داره و اینا بیشتر من ناراحت میکنه. من واقعا نمیتونم همه رو کمک کنم. مگه من چقدر به درآمد دارم در کل؟ من چقدر میتونم کمک کنم یه نفری همه اینا رو؟ متاسفانه سیستم غلطه که اون حالا کارش نمیشه کرد. فردا داشتم فکر میکنم به یه قضیه ای بیایم چیکار کنیم. یه لینکی بذاریم خب فاندیشن مثلا واسه یه کمک که شما بیا اونجا هر
کی دوست داره هر مبلغی دوست داره کمک کنه، مخصوصا بچه‌ها خارج از کشور، فکر کنم خیلی کمک کنه که مثلا یه پولی جمع بشه. بعد من کسایی که از ایران میبینم که به کمک احتیاج دارن و شناساییشون میکنم و تحقیق میکنم که واقعا درست گفته باشن این حرفا، همینجوری الکی با یه حرف فقط پول نفرستیم برش که بهشون کمک بکنیم. اعلام آمادگی تو کامنت ها بکنید، ببینم تعداد زیاده، لینک ها همین فرش را میندازم که دیگه واقعا کمک کارا بکنید، بزنید فقط واسه این داستان حالا تکوتی کسایی که به من مراجعه میکنن. ولی واقعا متاسفم اینا، میشون واقعا نمیتونم کاری کنم، فقط آدم بیشتر ناراحت میشه، حالش گرفته میشه. میدونستی تو عمق نگاهت یک کهکشان نقره ای در چرخشه؟ واو. این ویدیو رو نگاه کردی که میگم مخ منو بزن؟ این تکسه همچین قابلیت اینو داشت که بخواد مخ بزنه نه؟ آره قشنگ گفته بود. آب شدم. اگه ایران عوض بشه و برگردی میهن، چه کارهایی دوست داری انجام بدی که قبلا حسرتشو خوردی؟ اول دور ایران کامل میگردم، همه جا سرخسون باشه همه جا رو میگردم، ویدیو میگیرم و یه استدیو فیلم برداری خیلی باحال درست میکنم که خیلی ویدیو رو اونجا بگیریم، با مردم ایران اصلا برم ویدیو بگیرم، تو خیابونا مصاحبه کنم. این چیزا خیلی دوست دارم کلا. خیلی کارا میشه کرد. واو. اوکی مرسی ازت، حسابی زحمت کشید، سوالا واسه من خوندی. خواهش میکنم. خب بچه‌ها اینا از سوالای شما، کیانه بعدی دیگه میذاریم در مورد خودمو میذاریم دیگه، احتمالاً یکی دو سال دیگه. ولی خب کیانه واسه هر مسافرتی که بیام برگردم حتما انجام میدیم که جوابون سوالمون کشور هم داشته باشین. باز خوشحال میشم اگه نظر چیزی هستش حتما تو قسمت کامنت ها بگین و اینکه یادتون نره که حتما کانال ساب کنین و کامنت انگلیسی بذارین که اون سابتون نپره اون زنگوله رو بزنین. دیگه بیشتر صحبت نمی کنم، مراقب خودتون باشین. خدافظ.